سلام، صبح شما هموطنان عزیز بخیر. برنامه صبح زندگی و تشکر از دو همکار خوبم رسم جان و بصیره جان با شما هستیم. بخش ورزش صبح زندگی مهمان خیلی گرامی داریم، قصه های خیلی شیرین از گذشته های ورزش کشتی را میخواییم با شما شریک بسازیم که تا چند لحظه دیگر در خدمت شما قرار میگیره. مهمان گرامی ما پهلوان قهرمان استاد صدیق لوگری، یکی از پهلوان های نامدار افغانستان بودند. در رابطه با مسابقاتشان، در رابطه با دستاوردهایشان، در رابطه با پهلوان های نامدار افغانستان میخواییم بیشتر صحبت بکنیم. اما در نخست میریم به طرف رخدادهای ورزشی که در این هفته چه اتفاقات خوب در ورزش افغانستان بود و خوشبختانه بگویم که تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان که در سومین دیدار خود در رقابت‌های مرکز آسیا با حساب 5-1 البته تاجیکستان را شکست داده بود. این خوشخبری هست و باز هم مسابقات فوتسال 19 سال ما داریم. نخستین خبر تقدیم شما می‌کنیم که ملی پوشان فوتسال زیر 19 سال کشور در اولین بازیشان در رقابت با حساب 10-3 البته برابر ایران تن به شکست داده بودند، اما در دومین بازیشان با حساب 5-3 برابر قرقیزستان میزبان به پیروزی دست یافتند. یه خبر خیلی خوش و از تیم 19 سال افغانستان بود که تصاویرش هم تقدیم شما می داشته باشیم که تیم ملی زیر 19 سال چگونه بازی کردند و توانستند میزبان شکست بدن. و همچنان زیر 19 سال افغانستان در سومین دیدار خود در رقابت‌های مرکز آسیا با حساب 5-1 تاجیکستان را شکست داد. ملی‌پوشان فوتسال زیر 19 سال کشور در اولین بازیشان در این رقابت‌ها با حساب 10-3 برابر ایران تن به شکست داده بودند، اما در دومین بازیشان با حساب 5-3 برابر قرقیزستان میزبان به پیروزی دست یافته بودند. 19 ساله‌های کشور در چهارمین دیدارشان پنجشنبه به مساف ازبکستان می‌روند. و همچنان خبر بعدی، تیم ملی کرکت افغانستان اولین جلسه تمرین خود را در بنگلادش برگزار کرد. ملی پوشان کرکت کشور قرار است 5 بازی یک روزه و 2 بازی بی‌سواره را برابر کرکت بازان بنگلادش در آن کشور برگزار کنند. این بازی ها از 23 ماه روان میلادی تا 5 مارچ 2022 پیگیری خواهد شد. و همچنان مسابقات فوتبال جام صلح و دوستی در بغلان آغاز شد. این مسابقات با شرکت 20 تیم در ولسوالی نهرین ولایت بغلان راندازی شده است. در دیدار افتتاحیه این رقابت ها تیم های محصلین و تیم عقابان با هم مساف دادند که در نتیجه تیم عقابان با حساب 1-0 تیم محصلین را از پیش رو برداشت. گفتنی است که مسابقات یاد شده به شکل لیگ پیگیری می شود و یک ماه را در بر خواهد گرفت. و باز هم از تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان که امروز در چهارمین دیدار خود بازی خود را در رقابت‌های مرکز آسیا به مساف ازبکستان می‌رود. جزئیات باز هم در تصویر. 19 سال افغانستان پنجشنبه در چهارمین بازی خود در رقابت‌های مرکز آسیا به مساف ازبکستان می‌رود. این دیدار ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت کابل در قرقیزستان برگزار می‌شود. 19 ساله های کشور در 3 بازی قبلیشان در این رقابت ها به 2 پیروزی برابر تاجیکستان و قرقیزستان دست یافتند و 1 شکست را برابر ایران تجربه کردند. این رقابت ها با حضور تیم های فوتسال زیر 19 سال افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ایران و ازبکستان برگزار شده است. با امید پیروزی تیم فوتسال 19 سال هستیم که انشالله امروز هم بازی خوب و جذاب خواهند داشت و پیروزی از آن ماست. مهمان گرامی ما هم رسیدن. پهلوان قهرمان استاد بزرگ در رشته کشتی صدیق لوگری، یکی از نامدارای کشتی یا پهلوانی در افغانستان بودن و هستن، افتخار ورزش افغانستان هستن. سلام، صبح بخیر. سلام. لوگری صاحب خوش آمدین. زنده باشین. سلام به خدمت شما و رفقای همکار شما و پروگرام خوب شما تقدیم می‌داریم. سلام جداگانه به تمام مردم افغانستان که ما را روی پرده تلویزیون شما تماشا میکنن و او دوستان و عزیزان و رفقایی که ورزشکارایی که از کشور بیرون هستن، به همه ایشان سلامات و احترامات خود تقدیم میدارم. در هر جایی که هستن جور و صحت و بابرو با عزت باشن. سلامت باشین. ما خوشحال هستیم که باشن. امروز در برنامه صبح زندگی بخش ورزش شما را داریم، یکی از افتخارات ورزش پهلوانی افغانستان. میخوایم از گذشته های پهلوانا بیشتر بدانیم که پهلوانای خوب یا پهلوانای نامدار کی ها بودن، از کجا شروع شد.
ما همیشه بحث های ورزشی داشتیم، یعنی زیاد چالش ها و مشکلات ها در ورزش بوده و هست. امروز میخواییم متفاوت‌تر بدانیم که پهلوان کی، پهلوانی چی، یعنی چی، در کل گذشته های یک پهلوان بدانیم. بله، رشته پهلوانی در مملکت حرف اول میزد و حرف اول زدنش هم بروی نتایجی که دست داشتن، زحمت کشایی کرده بودن، زحمت کشایی رو که میکردن و با اساس حرف اول میزدن مملکت. و امروز ببینیم که در سال 1954 عیسوی در مسابقات آسیای فیلیپین اولین مدال نقره را که اول مدال طلا را از پهلوان تختی میگیره و نقره را پهلوان افغانستان به نام بریاله ناصری، همش با ثبوت است که این بریاله ناصری قهرمان 90 کیلو در 90 کیلو افغانستان در فیلیپین مدال نقره میگیره و یک توفه بسیار بزرگ به کشور میاره که نام ورزش پهلوانی افغانستان در جدول فیلا ثبت میکنه. پهلوان 90 کیلوی ما. بله، در سال 1954 تا مثال 20 سال 2022. بله. که میشه. دقیق، بله. بله، بعد از اون بعد مسابقه کشور ما قبل از این پهلوانای خوب داشته که در زمان شاه امان الله خان در پغمان کابل مسابقات دایر میشده، پهلوانایی بودن که فرض مثال یک پهلوان به نام پهلوان شادخان میگه که در وقت بوده در زمان پهلوان شادخان چند کیلو کشتی میکردن؟ از 100 هم به بالا بوده، یعنی وزنشون از 100 کیلو بالا بوده، تمرین میکردن، خیلی پهلوان خطرناک معلوم میشه. بعد از این استاد براد بوده، خلیفه براد، خلیفه براد از دالمان کابل بوده. اینا اساس و پایه‌گذاری پهلوانی خیلی با چهره و نام خلیفه برات آشنایی داشتن. بله، این خلیفه برات میگه بسیار خوراک زیاد داشت، بسیار قوی هیکل بوده و آرام هم بوده، زندگی هم خوب داشته و انسان خوب هم بوده. در اون وقت در چهار اطرافش پهلوانا را تربیه میکرد، جمع میکردن. استاد چرا میگن پهلوان زنده خوش است؟ خب بعض مسائل های یک ضرب المثل از قدیم مانده که پهلوان چرا زنده خوش است، یک چیزی است که فکر کنم که نادرست است. نادرست است؟ نه، چرا همه کی زنده خوش است؟ زندگی را هر کس خود داره. باز یک چیز دیگه هم بود، میگه پهلوان جان شبیگ نانش نگیر. خب علاقه به شکم داره. بعد از برادرای پشتون ما یک پهلوانی بوده به نام سلیمان خیل. یام عارف سلیمان خیل. بله، یام عارف. چند کیلو بودن؟ یام از 100 به بالا بوده، رفیق یا به اصطلاح هم کلاسی استاد براد بوده. خب در وقت یا رقابت داشتن. اینا به استپ پیش اومدن. بله، پهلوانای نامدار. دیگه بعد از فرض مثال پهلوانای خوب دیگه داشتیم که فرض مثال پهلوان امیرجان بوده، پهلوان رحیم بلال بوده. آها، رحیم بلال. بر فرض مثال پهلوان یاسین بچه محمد میگفتن، یاسین دیسکوتا میگفتن. فرض مثال عزیز چتری میگفتن، خوجی فراش میگفتن. که این اکثریت عزیز چتری بچه لیاف میگفتن. این دیگه او بعد است. و بعد از او اومدیم در مسابقه، بعد از او پهلوانا پهلوانی خوب به اصطلاح در پیشرفته شد که در حکومت ظاهرخان پهلوانا را خود ظاهرخان دعوت میکرده و با عکس یادگاری با ایشان میگرفته. آها. که این عکس ظاهرخان است با تمام پهلوانای او زمان، قهرمانای او زمان، کلش قهرمانا بودن. بله، که اینا به سفر خارجی آمده شده بودن که خارج میرفتن. آها. دیگه بعد از او قبل از این مسابقه خود سردار آقا زمینه مسابقات، زمینه سفر که رئیس المپیک بوده فراهم می ساخته که یک عکس یادگاری در سال 1954 است که هم عین است با تیم هندوستان است، در هندوستان عکس برداری شده و عکس گرفتن و این تیم با این متفاوت‌تر است. بله، و بعد از او باز که پهلوانا خوب پیشرفته تر شد که در زمانی که مسابقات که به اصطلاح خود پهلوان ابراهیم خدا زنده داشته باشه که نقل میکنن که در مسابقات اندونزیا یا مالزیا پهلوان تختی با اینا معرفی میشن، عکس یادگاری با دو قهرمان در وسطش پهلوان تختی و در طور طرفش قهرمان نامدار افغانستان پهلوان ابراهیم و پهلوان فیض محمد برق میگفتن یا ازاره. این تخلص به دو نامه که فیض برق یا فیض ازاره. فیض ازاره مشهورتر بود. بله، مشهورتر بود. فیض برق به چی دلیل میگفتن؟ بسیار با سرعت تکنیک اجرا میکرد. دمو زمانم آن قدر با سرعت تکنیک اجرا میکرد که بسیاری نمیفهمند که مرا از کجا گرفت و از کجا این تکنیک اجرا کرد. این هم پهلوان نامدار ایران است که پهلوان جهان پهلوان تختی میگفتنش. جهان پهلوان تختی که از جمله قهرمانای خوب است. یعنی به نام پهلوان غلامرضای تختی بود که پهلوانای نامدار ما هم در کنار از این عکس گرفتن و بودن و همراه از او حتما تمرین هم کردن. بعد آهسته آهسته پهلوانی پیشرفته تر شد که تا زمانی که در المپیک 1972
منشن مونیخ پهلوانان ما شرکت کرد و اونجا که رفتن دیدن و دید بازدید با تیما کردن و در اونجا تمرین های زور دیدن از تیما را دیدن که دوباره به وطن برگشتن تیم پهلوان یک اندازه خوبتر شد و در اینجا پهلوان ها استایستر روش کرده که در بعد از او در مسابقات دیگر کشورها که شرکت کردن فرض مثال در مسابقات عراق شرکت کردن که اولین مدال طلای که ناصر جولی از عراق به دست ناصر جولی بله این شور ناصر جولی میگفتن برنامه قبل از وقتی که این برشته پهلوانی روی بیاره ورزش پهلوانی را آغاز کنه این در گمرک کابل وظیفه عمالی یا جولیگری داشته که از اونجا شروع میکنه و به قهرمانی میرسه وقتی بله. که و در پالوی ازی همه فرض مثال پهلوان غلام سخی با چلیاف مدال نقره میگیره پهلوان غلام صدیق زرگر مدال برنز میگیره من خودم مدال برنز میگیرم مسابقه پهلوان خادمشاه مدال نقره میگیره پهلوان شجاع مدال نقره میگیره از اونجا به یک دستاورد بزرگ برگشتن در پهلوان های اون زمان ما نامدار بودن همشون دستاورد داشتن بله. حرف اول هم میزدن بله حالا وضعیت پهلوانی در افغانستان چطور است پیش از اینکه به گپای گذشته باز کنیم همش روی به استرا آدم باید متوجه کار باشه وقتی که فدراسیون ما داریم فدراسیونی که فرض مثال از پهلوان خبر نباشه فدراسیونی که از کلاب پهلوانی خبر نداشته باشه فدراسیونی که از حال احوال یک ترینر خبر نگیره یعنی خبر نداره فدراسیون ما فرض مثال دو کلاب ساختیم یکش به نام جوانان کابل یکی به نام کلاب پهلوانی عیاران تابال فدراسیون اوش از اوش دو سال تیر میشه و از ایشم نو تابال فدراسیون خبر نداره که ما در کجا کلاب ساختیم و چقدر شاگرد دارم و چی مشکلات دارم و این کلاب به کدام سرمایه ساختیم از پهلوانای نامدار شما و قهرمان پهلوان ابراهیم بله. کسی دیگه هم مانده؟ پهلوان اسلم کابلی است پهلوان میاگل نظری است پهلوان اسلم است که استاد از میخانیکی کابل پهلوان لال محمد است بله. دیگر این پهلوانایی است که از قدیم مونده بعضیاش خارج رفتن بعضیاش از دنیا رفتن در شرایط بد افغانستان خدا من رحمتشون کنه زنده استاد شما در کدام وزنها کشتی میکردین و مقامایی که میگرفتین در اون زمان کدام مقام بوده در ابتدا در وزن 62 کیلو کشتی میگرفتم قهرمان مملکت بودم در مسابقات ملی و بین المللی دارنده مدال های طلا نقره برنز هستم دارنده دیپلم از مسابقات از رئیس المپیک دنیا دو دیپلم دارم از مسابقات جوانان جهان که چهارم شدیم دیپلم دارم از مسابقات جهانی که ششم دیپلم دارم این چیزا و درجه به درجه ماستر سپورتی کم دیپلم پیش ما از هم نشان ماستر سپورتی را از طرف دولت وقت به ما داده شده این چیزا را نتایج بعد از داشتیم و فعلا استاد و سندش موجود است بله در گذشته خب امکاناتم بر شما محدود بود بله. فکر میکنم اون زمان توشک هم نبوده بله. روی ارکاره میگفتن بله. روی امو گل نرم شده بله. پهلوانا کشتی میگرفتن بله. اون نسبت به شرایط امروزی اونا آسیب پذیر نمیشدن نبودن شما ببینید که در اون زمانی که پهلوانای ما روی سبزه در ارکارا روی گل و در بعض جایی که تمرین میکردن مسابقه میکردن پنجای پای صدمه میدید زانوها صدمه میدید دستا به می شکل امروز در ما که فعلا کامدیم در افغانستان یا در کابل شرایط امروز پهلوانی تا شرایط 30-40 سال پیش خیلی فرق داره یا 50 سال پیش امکانات خیلی فراهم است زالای ورزشی است کلاپای ورزشی است توشک فراوان است مواد غذایی در هر گوشه و کنار دیده میشه به خاطر بلند بردن قدرت بدنیشان فرض به خاطر بلند بردن قدرتشان سامان آلات فیزیکی وجود داره اما اینا شرایط که خوب است دستاورد نیست دلیلی که دستاورد نیست پهلوانای ما نتیجه نمیتن اما بازم فدراسیون کشتی یا پهلوانی حرف اول هم میزنن میگن که ما پهلوانای نامدار داریم در وزنهای مختلف در کاتگوری‌های مختلف مربیای خوب داریم دید شما نه اینا دائما مبالغه کردن دائما حرفای بلند میزنن دائما حرف میزنن که با گفتارشان با اعمالشان بسیار نادرست است اینا شما ببینید که فدراسیون پهلوانی افغانستان 30 سال 40 سال پیش فدراسیونی بود که همون پهلوانی که در رأس فدراسیون بود معاونش سکرتارش کارکناش تمامش از رشته پهلوانی عملا کار کرده بود عملا استعفا کرده بود که در فدراسیون قرار داشت امروز در فدراسیون پهلوانی افغانستان فرض مثال
از رئیس فدراسیون به اصطلاح بابا جلندر بود. بابا جلندر آدم فنی نبود، نظامی بود، اما کسایی که پایین‌تر از بابا جلندر بودن، در سکرتر بودن، معاون بودن و چهار اطراف بابا جلندر حلقه زده بودن که نمیخواستن کو مردک بیاید کلاب داخل شود و بیای پهلوانا را از نزدیک ببینه و با پهلوانا صحبت کنه. اینا نمیماندن، چون نفع خود در خطر، نفع اینا در خطر بود. اینا شما ببینید که فدراسیون سابقه در کلاب میامد، میشیشت، سیل میکرد تمرینه، بچه که میدید که نمی آینده داره، ایره میبردن در المپیک، در تیم ملی جذب میکردن، در تیم جوانان جذب میکرد، در تیم نوجوانان جذب میکرد، سر از او کار میکرد، ترینر روسی سر از او کار میکرد، تا حتی و اصریه برش تعیین میکردن که نمی هر روزی که تمرین کردی اینمی 30 افغانی در او زمان، در 30 سال پیش 30 افغانی را صبح، 30 افغانی را بیگا بعد از تمرین بخو. امروز در کجا مرد به اصطلاح ورزشکار ورزش میکنه؟ اصلی از این معلوم نیست کی اصلی میگیره. خود بچه بدان خود میگه که من در تیم ملی 7 سال شده دوم هستم، تا ما که میرم که برادر من در تیم ملی هستم و اصلینا رو بتین، میگه 7 سال شده اصلی تو رو بردن، کی برده معلوم نیست. اینا شما ببینید که اینا تا کدام حد در حق پهلوانان ما خیانت کردن، در حق ورزشکارا خیانت میکنن. آینده فدراسیون پهلوانی یا قهرمانانی که ما در رشته پهلوانی تازه رشد کردن چی میبینید؟ من به اصطلاح خودم تا فعلا تو در تو یک مسابقه دایر نشده که ما در اونجا یک همه قدرت ها را آزمایش کنن و ببینن و ما ندیدیم. و این فدراسیون شما ببینید که در زمانی که 30 سال پیش در یک سال 4 فصل بود، در هر 3 ماه مسابقه دایر میشد، در یک سال 4 بار مسابقه دایر میشد و جام بین المللی در اون وقت به نام جام احمد جان بود، به نام جام استقلال بود، جام 26 سرطان بود، جام اردو بود، جام سارندوی بود، جام امنیت بود. در این تمام مسابقه پهلوانا شرکت میکردن و اینجا قدرت آزمایی میکردن و در اونجا تیم ملی امروز انتخاب شده بود. یک ماه بعد دیگه مسابقه بود، اما کسی که زحمت نکشیده بود از تیم میرفت، از تیم میرفت. اینا رو شما ببینید که در اینجا میگه امروز دیگه در تلویزیون طول امرای سکرتر جنرال میگه خود به نام یونس حیران میگه من سکرتر جنرال هستم در فدراسیون. آن تو یک سکرتر فدراسیون هستی، اما عنوان سکرتر جنرال هست کی داده بر تو و چی فعالیت کردی؟ وقتی که شما هیچ فعالیت از خود نشان نداده باشه، عنوانای بزرگ به خود بگیرین بانن و بسیاریش میگه من رستم افغانستان هستم، مدال دارای ما کلی زیر خاکش یک رفت، هیچ کدش نگفت من رستم افغانستان هستم، هیچ ما گفت دیدش، اما هر کس جایی که دیدیم احترام عزت مردم میکردن پهلوان هستن. سلامت باشین، زنده باشین. صحبتای شیرین، خیلی خوشایند، با امید پیروزی شما. زنده باشین، جور باشه، بازم یک جان عمر طولانی بر شما میخوام. سپاس که زمینه مصاحبه مساعد ساختین و اومدیم دیدیم، بازم داینده ما در خدمت هستیم. سپاسگزار هستم، زنده باشین. سلامت، یک جان ممنون. سپاس امتنان از شما عزیزایی که بیننده بخش ورزش صبح زندگی بودین. پهلوان قهرمان استاد بزرگ که سرمایه ورزش افغانستان هستند، یکی از کشتیگرای نامدار صدیق لوگری با ما بودن و سپاس از شما که ما را همراه بودین. فعلا هم بحث معلوماتی تکنولوژی داد که پردیسر برنامه همیشه زحمت میکشه و سایه معلوماتی خوب را که شما هم ببینین و بدانین و بفهمین. تقدیم شما ادامه برنامه صبح زندگی را هم با دو همکار خیلی مقبولم فراموش نکنین. من هم از حضور شما مرخص میشم. بقیه روز شما خوش، خدا نگهدار.